یک روز پس از زمینه‌سازی چندین رسانه وابسته به نهادهای امنیتی که نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری را پروژه نفوذ دشمن نامیدند، امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت با اظهار نظرهای مقامات رسمی جمهوری اسلامی این خط مشی ادامه یافت. از جمله از سوی بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی یعنی محسنی اژه‌ای: بدون تردید امروز سروران عزیز، اساتید محترم، دانشجوی گرامی، خواهر محترمه، امروز یک بخش از این مسائل دشمن پشت قضیه است. تردید نکنید. گره زدن ابتدایی ترین حق هر انسان یعنی انتخاب پوشش و ارتباط دادنش به خارج از مرزهای ایران و نفوذ دشمن زمینه ساز آن شد که رئیس قوه قضاییه از اشد مجازات برای عدم رعایت حجاب اجباری میگوید: آقا پیدا کنید اینایی که با بیرون در تماس هستن، با ضد انقلاب در تماس هستن، کار شبکه‌ای میکنن، کاری میخوان بکنن، اهداف دیگری پشت این قضیه دارن، شناسایی بکنید، تحویل قوه قضاییه بدید، معرفی بکنید، خود ما هم به عنوان مدعی لهم دادستان و موظف کمک بکنه، به اشد مجازات باید برسونید. و حالا موج جدید بازداشت شهروندان مخالف حجاب اجباری با عناوینی چون تیم‌های ساماندهی کشف حجاب، اولین مورد در قم، در حالی که جمهوری اسلامی میکوشد که مخالفان حجاب اجباری را تعدادی بسیار کم جلوه دهد که از دشمنان پول میگیرند، اما فضای شهرهای مختلف ایران روایت دیگری را نشان میدهد. حتی در برنامه‌هایی که از سوی دولت برگزار میشود هم شهروندان زیر بار حجاب اجباری نمیروند. از جمله امروز و در جشنواره اختتامیه سومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان: من از این خواهرانی که حجاب را رعایت نکردن سایت ها فردا میزنن. میگه نماینده ولی فقیه در یه جلسه شرکت کرد که یک عده دختران در اونجا کشف حجاب کردن. بنده از همه کسانی که اینجا کشف حجاب کردن بیزارم. با آنکه چهره‌های سرشناس بارها نسبت به فروپاشی اقتصادی در پی تعطیلی کسب و کارها و همچنین غیر قانونی بودن این اقدام به خاطر حجاب هشدار دادند، اما همچنان این روند ادامه دارد. اقدامی فراقانونی با همکاری آمرین به معروف که با حضور در مراکز کسب و کار در این مسیر به دستگاه قضایی کمک می‌کنند. شما هیچ ربطی نداره عزیزم. اگه راست میگی نگاه کن. میخوام یه بار نکنه. من از تو عکس میگیرم. بیا بگیر. من از تو عکس میگیرم. تو غلط میکنه از من عکس میگیری. غلط میکنه از من عکس میگیری. بیشوف. در مشهد جمعی از کسبه بازار اطلس در اعتراض به همین حضور آمرین به معروف برای کسب و کار و مشتریان اعتصاب کردند. برخورد و ایجاد مزاحمت در سطح شهر نیز کماکان ادامه دارد. وبسایت رجا نیوز در یادداشتی در موضوع حجاب و برخورد با بی‌حجابی با ارائه راهکاری به هواداران حجاب اجباری نوشت: خودتان را از دولت جدا و شلوغ کاری را آغاز کنید. نمود بارز این تفکر چهارشنبه شب در بوشهر رخ داد، آنجا که گروهی از حامیان تفکر حجاب اجباری کافر رستوران‌های ساحلی در این شهر را به آتش کشیدند. اتفاقاتی از این دست دور از ذهن نیست در کشوری که وزیر گردشگریش می‌گوید حتی همین برخوردها با زنان هم می‌تواند جاذبه گردشگری باشد. افشار سیگارچی، صدای آمریکا.